بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بار دیگر تأکید کرد که به نظر او حمله اخیر نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا به نیروهای سوریه ای عمدی بوده است آقای اسد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس مقام های آمریکایی را به دروغگویی متهم کرد بشار اسد در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره امکان پذیر بودن همکاری آمریکا و روسیه در عملیات مشترک علیه شپ نظامیان گفت به نظر من این اتفاق ممکن است اما در واقعیت رخ نخواهد داد چون که آمریکا تمایلی به جنگ علیه جبهه نصرت یا حتی داعش ندارد برای اینکه به نظر آنها این برگ برنده است که میتوان از آن برای تأمین منافع دیگر آنها هم استفاده کرد اگر آنها به انصرت یا داعش حمله کنند یک برگ برندگی بسیار مهم را در ارتباط با جنگ در سوریه از دست میدهند به نظر من آمریکا تمایل ندارد که در جنگ علیه تروریسم به روسیه بپیوندد خبرنگار از بشار پرسید آمریکا گفته است که حمله اعتلاف به نیروهای سوریه یک اتفاق ناخواسته بود آیا شما این توضیح را میپذیرید رئیس جمهوری سوریه گفت نه به نظر من این چنین نیست چون که فقط یک هواپیما این حادثه را رقم نزد چهار هواپیما مواضع نیروهای دولتی سوریه را به مدت یک ساعت یا کمی بیشتر هدف حمله قرار دادند شما یک اشتباه را به مدت یک ساعت مرتکب نمیشوید این اولین دلیل من من اما دومین دلیل من آنها فقط یک ساخت ما را در یک منطقه هدف قرار ندادند آنها به منطقه یک گسترده ای حمله کردند که شامل چندین تپه هم می شود هیچ تروریستی در نزدیکی این منطقه نبود در این حال بلافاصله پس از این حمله نیروهای داعش هم حمله خود را آغاز کردند